سرزمین فلسطین به ابراهیم علیه السلام اعطا شد. پس از شکستن بت‌ها، حضرت ابراهیم دیگر نمی‌توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند با واسطه فرشته‌ای با وی سخن گفت و او را به سمت سرزمین فلسطین هدایت کرد. خداوند زمین فلسطین را به ابراهیم عطا فرمود تا او و نسل او در آن زندگی کنند. آیا خداوند در قرآن در خصوص مالکیت فلسطین سخنی فرموده است؟ آیا خداوند این زمین را به یهودیان داده است؟ ما قصد داریم در طی ویدیویی مالکیت فلسطین را در قرآن مجید بررسی کنیم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. ماجرای مالکیت فلسطین از حضرت ابراهیم علیه السلام شروع می شود. او در میانه یک قوم سراسر گمراه و بت‌پرست در جنوب عراق کنونی به دنیا آمد. ابراهیم در سنین نوجوانی بود که به عقل خود و بدون اینکه معلمی دیده باشد فهمید که بت‌ها نمی توانند خدا یعنی آفریننده موجودات باشند. پس در یک اقدام انقلابی بت‌های قومش را شکست. در ابتدا برای آن مردم معلوم نبود که چه کسی بت‌ها را شکسته است، اما پدر بت‌ساز ابراهیم وقتی تبر خود را در معبد یافت و سخنان پیشین پسرش را در مورد نفع بت‌ها به یاد آورد، علیه او شهادت داد. ابراهیم با آنها گفتگو کرد اما فایده‌ای نداشت. آتش عظیمی برای سوزاندن ابراهیم مهیا شد. در برخی روایات آمده که خداوند حکیم باد شدیدی فرستاد و بسیاری از ظالمان را که قصد داشتند ابراهیم را بسوزانند سوزانید، و این چنین ابراهیم در میانه شلوغی با سلامت از میان آتش بیرون آمد و کسی معترض او نشد. پس از این دشمنی وافر، ابراهیم دیگر نمی توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند با واسطه فرشته‌ای با وی سخن گفت و او را به سمت زمین فلسطین هدایت کرد. در این مسیر پسر خاله‌اش لوط علیه السلام نیز با وی همراه شد. خداوند در سوره انبیا در این باره چنین می فرماید: گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. میخواستند برای ابراهیم مکری بیندیشند ولی ما زیانکارشان کردیم و ابراهیم و لوط را رهانیده به سرزمینی بردیم که آن را برکت جهانیان قرار دادیم و به او اسحاق را و یعقوب را مضافاً بخشیدیم و همه را از شایستگان قرار دادیم. سوره انبیا آیه 69 تا 72. خداوند به عوض بت‌شکنی ابراهیم سه پاداش به او عطا کرد. اول، زمین فلسطین را برای سکونت آن حضرت و فرزندانش به وی بخشید و سپس او را به مقام پیامبری نائل فرمود و ثالثاً بشارت داد که آخرین پیامبر را از نسل او خواهد فرستاد. در آیه 71 فوق خداوند از فلسطین با عنوان عجیبی یاد کرده است: زمینی که برای جهانیان در آن برکت نهادیم. این اصطلاح حداقل دو نوبت دیگر نیز در قرآن به کار رفته است. مثلا در ادامه همین سوره خداوند اشاره دارد که به حضرت سلیمان نبی بادهایی عطا فرمود تا در زمینی که در آن برکت نهادیم تحت امر او باشد. سوره انبیا آیه 81. همچنین در ابتدای سوره اسراء با معراج پیامبر اکرم که از مسجد الاقصی آغاز شده اشاره ای شده، سپس آن مسجد و پیرامونش را مبارک خوانده است. خداوند زمین فلسطین را به ابراهیم عطا فرمود تا او و نسل او در آن زندگی کنند. در تورات سخنی عجیب و صحیح در این مقطع مذکور است:
خداوند پس از اعطای فلسطین به ابراهیم علیه السلام به او خبر می دهد که نسل تو به زودی به غربت می روند و بیگانگان را بندگی می کنند و پس از 400 سال به اینجا باز خواهند گشت، یعنی در پشت چهارم. این پیشگویی به ماجرای یوسف و سکونت بنی اسرائیل در مصر اشاره دارد، در واقع نیز به همین طور رخ داده است. از برخی آیات و روایات استنباط می شود اینکه چه قومی در کدام زمین به وجود آیند با اذن و تقدیر خداوند است. لذا خداوند حکیم با هجرت هاجر و اسماعیل به زمین حجاز این گنج را از دسترس حوادث مخفی کرد تا در آتیه رسول اعظم خود را از نسل مبارک اسماعیل علیه السلام به عرصه گیتی آورد. اما ابراهیم علیه السلام که این را دانسته بود مشقت سفر را به جان می خرید و مکررن از فلسطین به حجاز می رفت تا اسماعیل را ببیند. اما ساره همسر او نازا ماند. ابراهیم مکررن به درگاه خداوند دعا می کرد تا لیاقت یابد و به آن وعده ها نائل شود، مخصوصا که خدای تبارک و تعالی بشارت داده بود که خاتم النبیین را از نسل وی خواهد فرستاد، اما فقط مال و احشام و خدم و حشم حضرت ابراهیم بود که فزونی می یافت و او هنوز فرزندی نداشت. ابراهیم از 80 سال گذشته بود که خداوند به او فهمان که باید با کنیز ساره ازدواج کند. پس اسماعیل علیه السلام در آن زمان از هاجر به دنیا آمد و نخستین زاده ابراهیم علیه السلام شد. هنوز سن اسماعیل به 2 سال نرسیده بود که خداوند متعال به ابراهیم دستور داد تا پسر و مادرش را به سرزمین حجاز ببرد، زیرا خداوند می خواهد تا از او قومی بزرگ در آنجا پدید آورد. از برخی آیات و روایات استنباط می شود اینکه چه قومی در کدام زمین به وجود آید با اذن و تقدیر خداوند است. لذا خداوند حکیم با هجرت هاجر و اسماعیل به زمین حجاز این گنج را از دسترس حوادث مخفی کرد تا در آینده رسول اعظم خود را از نسل مبارک اسماعیل علیه السلام به عرصه گیتی آورد. اما ابراهیم علیه السلام که این را دانسته بود مشقت سفر را به جان می خرید و مکرر از فلسطین به حجاز می رفت تا اسماعیل را ببیند و همین جا بود که خداوند دستور داد تا پسرش را ذبح کند تا محبت فرزند از دلش برود و بداند که خداوند است که فرزند را حفظ می کند و نه ابراهیم. و آن حضرت به خواست خداوند چاقو را بر گلوی فرزندش نهاد، ولی چاقو به فرمان خدا نبرید و این چنین ابراهیم از آن شبه گناه پاک شد و خداوند به عوض قبولی قربانی باز هم به ابراهیم پاداش داد. 3 مرد نورانی به خانه او آمدند. او برایشان گوساله‌ای کباب کرد، اما وقتی دید نمی‌خورند دانست که فرشتگانند، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل. میهمانان به ابراهیم بشارت دادند که همسرت اصلاح شده، فرزندی خواهد آورد. طبق نقل تورات ساره در آن زمان 90 ساله و ابراهیم 100 ساله بود. ساره که این مکالمات را میشنید بیرون دوید و سخنان فرشتگان را مضحکه کرد. فرشتگان او را ملامت کردند و فرزندش را اسحاق یعنی اسحاق نام نهادند، شاید برای آنکه نشانه ای باشد که ساره اصلا منتظر تولد فرزندی نبود. با وجود این علمای یهود در تورات دست برده و اسحاق را فرزند وعده معرفی کردند، یعنی فرزندی که در جوانی ابراهیم علیه السلام به او وعده شده بود که منجی جهان در آینده از او متولد خواهد شد. اما نازا بودن ساره و نامگذاری اسحاق نشان می دهد که ساره منتظر تولد فرزندی نبوده است، چون می دانسته که وعده خداوند با تولد اسماعیل محقق شده است و ابراهیم علیه السلام آنقدر عمر کرد تا نوه‌اش یعقوب را نیز دید، آنچنان که فرشتگان به او وعده کرده بودند. نهایتاً حضرت ابراهیم علیه السلام طبق نقل تورات و برخی روایت شیعی در سن 175 سالگی از دنیا رفت و در شهر الخلیل دفن شد.
نوه و نتیجه های ابراهیم به مصر تبعید می شوند. حضرت یعقوب علیه السلام وارث برحق پدرش اسحاق و جدش ابراهیم بود. او در طول زندگیش 4 همسر گرفت و 12 پسر و 1 دختر به نام دینا برای او به دنیا آمد. این 12 پسر به بنی اسرائیل ملقب شدند، زیرا خداوند به آن حضرت لقب اسرائیل را داده بود. حضرت یوسف علیه السلام در نوجوانی 2 رویای صادقانه دید. تعبیر آنها این بود که او رئیس برادرانش خواهد شد و آنها مطیع او. خواب اول را برای برادرانش گفت و دومی را برای پدرش. یعقوب علیه السلام که حسادت پسران را می دانست، یوسف را نهی کرد که اینها را برای برادرانت بازگو مکن، غافل از اینکه او خواب نخستین را برای آنها گفته بود و این پیغمبرزاده ها کلمه تعبیر می دانستند، مقصود خداوند را دانستند. پس تصمیم گرفتند تا اراده خداوند را تغییر دهند. لذا یوسف را در یکی از اوقات طولانی که بچه را می رفتند با خود بردند و او را بکشند. برادر چهارم به نام یهودا نگذاشت که یوسف کشته شود و لذا او را در چاه خشکی زندانی کردند تا درباره‌اش تصمیم گرفته شود. سپس با فروختن او به کاروانی از اسماعیلیان، یعنی نوه‌های حضرت اسماعیل علیه السلام، رضایت دادند. بشارت صحیح با عرض موعود. عرض موعود از اینجا شکل گرفت که طبق نقل تورات، حضرت یعقوب قبل از مرگ خود به بنی اسرائیل وعده داد که خداوند بالاخره شما را به سرزمین پدرانتان برمیگرداند. حضرت یوسف علیه السلام نیز سخن مشابهی را فرمود که خداوند از شما تفقد خواهد کرد و به آن زمین مقدس باز خواهید گشت و در آن وقت جسد مرا به آنجا ببرید. این وعده توسط حضرت موسی علیه السلام تحقق یافت و خداوند برای انجامش آنقدر جدی بود که فرعون و مصریان که با آن مخالف بودند در دریا غرق شد. پیشتر گفتیم که خداوند حکیم دوران اسارت و تبعید بنی اسرائیل در مصر را به حضرت ابراهیم علیه السلام خبر داده بود. طبق آن قول مقرر بود که بنی اسرائیل 400 سال یا 4 نسل در خارج از فلسطین بمانند تا از گناهان پاک شوند. قرآن خبر می‌دهد که اهمیت یوسف علیه السلام و کارهای بزرگ او در زمانه موسی علیه السلام فراموش شده بود. لذا یکی از اقوام فرعون که در نهان به موسی علیه السلام ایمان داشت، فضل یوسف را یادآور شد. و خداوند نیز خبر می‌دهد که ظلم فرعونیان با بنی اسرائیل و کشتن نوزادان پسر از تقدیرات خداوند بر این قوم بوده است. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.